سفر آقای رئیسیمون به دعوت محمد دور اقصد اقتصادی اقتصادی اوراسیا به مهمانی نخست وزیر ارمنستان صورت گرفت و این جلسه که برای اولین بار جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضوی که به این مجموعه ملحق شده در این جلسه شرکت می‌کردند و از پنجم آبان ما به اصطلاح عملیاتی خواهد بود. ملاقاتنامه که به موجب آن حدود 840 قلمسالا مشمول تعرفه تزدیدی خواهد شد، یعنی تعرفه ها تخفیف پیدا میکنه و تعدادی از سالها تعرفه هاشون صفر خواهد شد. بیش از 500 قلمش اینگونه است که ما میتوانیم از ایران صادرات داشته باشیم با تعرفه های مخفف و یا صفر، و بیش از 300 قلمش برای سایر کشورها. فرصت بسیار بزرگی است اگر که الزامات و اختزاعاتش رو انشاءالله رعایت بکنیم و اون هم در وحله اول آمادگی بخش خصوصی ما هست. تولید کنندگان کجا میباید که در این فرصتی که ما تا پنجم آبان ماه داریم از طریق تشکلهای سنفی خودشون، اتاقهای بازرگانی و سازمانهای دولتی مسئول در جریان جزئیات امر قرار بگیرن. میتونه به ویژه در شرایط تحریم‌ها در جهت افزایش اشتغال در کشور نقش تعیین کننده ای رو ایفا بکنه. ما البته دعوت کردیم از وزیر کل اتحادیه اقتصادی اوراسیا و وزرای مسئول در دبیرخانه که در همین فرصت زمانی به ایران بیارن. جلساتی داشته باشیم، سازمانهای مهمی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، سیستم بانکی از طریق بانک مرکزی، سیستم حمل و نقل ما هم حمل و نقل جاده‌ای هم دریایی در خزر، سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت خارجی جزء دستگاهی هستند که نیازمند فراهم کردن مقدمات عملیاتی شدن این الحاق هستند. ما یک فرصت حد اکثر 3 ساله‌ای رو داریم از آبان ماه امسال که می توانیم این الحاق موقت رو حالت جهانی بشیم، به صورتی که همه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران می توانند به صورت یک منطقه آزاد تجاری عمل بکنند. در این سفر البته دیدارهای دو جانبه ای هم بود، با توجه به اینکه وزارت خارجه مسئولیت کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و ارمنستان رو هم داره، در جلسات با مسئولین و همچنین جلسه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با نخست وزیر ارمنستان تصریح در احداث خط سوم انتقال برق مهران ارمنستان